رازهای کمان نوشته برتولد برشت تهیه شده در بنیاد آینه 26 مارس 1871 جلوی یک کافه کوچک در مونت مارتر مادام کابت و خانواده کوچکش ژان، بابت، فرانسوا، با ژنویو خود را در این کافه کوچک که قبلا بسته بود جابجا جا می کنند. آنها کرکره ها را بر می دارند. قفل و بست را باز می کنند. پرده را باز می کنند. سندلی ها را بیرون می گذارند. فانوس های کاغذی را می پیشخدمت پیش خدمت صحنه اول در اونیفرم گارد ملی و سرباز سوار زخمی آلمانی در لباس شخصی به آنها کمک می کنند. از میدان نزدیک صدای موزیک می آید. جنویف از کافه با بطری های شراب بیرون می آید. به دنبالش یکی از بچه ها با لباس های روز یک شنبه. فرانسوا با سندلی های حسیری می آید. این کمونه، این علمه، هزاره جدید، پاریس آن را انتخاب کرده است. پیشخدمت. صاحب کافه آن را انتخاب نکرده. در نتیجه پیشخدمت صاحب کافه شده. در کافه او راحت باشید. جنویف حتی آقایان روحانی جوان هم شفق سرخ را خوش آمد می گویند. بطری های شراب را جلوی مادام کابت می گذارد. فرانسوا و خانم معلم ها هم شراب بازار سیاه را به بیوه ها تعارف می کنند. چون که این هم معایزه کوهستان در مواد قانون است که با از آنجا که شروع می شود و با کار و عمل تمام. آلمانی را در آغوش می کشد که خندان پنجره را باز کرده است تو را بغل می‌کنم سوار نظام برادر جدیدم ای فراری از لشکریان راهزن بیسمارک که متعلق به این عصر نیست مادام کابت که از آغاز روی صندلی وسط خیابان نشسته است و مال اجاره ها را هم بخشیدند صدا می زند. جان، بابت فرانسوا از آنجا که این جنگ ناروا که دامنگیر مام میهن شده بود فقط کار اقلیت بود و اینکه بر حق نیست حق نیست که همه سنگینی آن را به دوش اکثریت گذاشت که عبارت از همان اکثریت عظیم پا به ها باشد من همش را حفظ کردم مثل لوازیه جان از پنجره بالایی کافه به بیرون نگاه می کند تحمل کنید فرانسوا و کارگوشایی ها همه گروی های فقرا را مجانا پس می دهند. از آنجا که زندگی ارزش این را باید داشته باشد که آدم زنده باشد. مادام کابت فرانسوا تو همه را می من یک دزدم همه چیز گران است. امروز که از تو اجار خانه را میخواستم کمی هم بی ادبانه برای این بود که میخواستم این چیزها را از گرو در بیارم. آخر تو لازمشان داری. جان رو به بچه بشین بشین ویکتور قبل از اینکه شراب را بچشی چیزی بخور جان بچه سیخکی می نشیند جان دلخور به بیرون نگاه می کند من می خواهم با بابت صحبت کنم هنوز حاضر نیستید؟ بابت از کنار جان سرش را از پنجره در می آورد کمی برف روخته مامان مادام کابت یک گیلاس بردار پیر پیش خدمت شراب مهمان صاحب کافه هستید صاحب کافه هم در ورسای است بفرمایید آقایان لانگوین شش هزار مریض را به جا گذاشتند هیچ کس نیست خیابان خیابانها را روشن کند همه اینها یعنی کار جان و بابت یک پرچم سرخ از پنجره بیرون می آویزند. پاپا ها یک گیلاس به سلامتی زیبایی دوست داشتنی و خوفناک گریزان و وحشتناک مهربان آنکه با توفان ظاهر می شود مادام کابت نان هم بخورید پیر و پاپا بچه ها کجا هستند؟ وقتی پارچه را بردم آن طرف زن نانوای روبرویی این نانها را برای ما آورد آره وقتی که آن پارچه را با آن رنگ مخصوص آوردیم زن نانوا همون آنوغه به زور به ما نان داد جنویف بنشینید میخواهم برای شما یک ترانه قدیمی بخوانم. میخواند. مارگو صبح رفت به بازار تبلها گوش و میدن آزار خرید گوشت و سبزی دید قصاب ترسیده رنگ از رخش پریده گوشت میشه بیست فرانک دادام دام دارام رام دادام دام ها؟ خب باشه مادام پنج فرانک هم. مارگو صبح رفت پیش سابخونه صدای تبل اومد عقب گرد به سربازخونه اجازه میدین چقدر مغروزم از صورت یارو پرید هر چی خونه رنگش پریده مثل مجنونه اجاره خونه بیست فرانک میشه دادام دام دارم دام ها؟ خب باشه مادم بدین ده فرق مم. همه با هم میخانند از میدان یک گروه از مردان و زنان با نشان گارد ملی روی کلاهایشان میآیند. یکی از مردان خانمها آقایان همه بیایید در میدان وندوم آقای کوربه نقاش معروف سخنرانی می کند درباره ضرورت سرنگون کردن ستون وندوم ناپلئون که آن را از فلز هزار و توپ اروپایی به قنیمت برده شده ریختند یک یادبود بود جنگ تایید نظامیگری و وحشیگری پاپا خیلی ممنون ما طرح را تایید میکنیم و میاییم برای اجرا یک زن پس بیایید بریم سوپ بخوریم در کارتیه لاتن مجانی میدهند یک مرد شیهه میکشد همان مرد به یاد پنج اسب خانم ها و آقایان فرانسوا می بریم؟ پاپا من همینجا راحتم فرانسوا سوپ مادام کابت میخواهید برید؟ ژان و بابت کجان؟ آها، پیداشان شد پاپا آقای فرانسوا ملاحظه میشود که شما استعداد کشیش شدن دارید جنویف خیلی ممنون، ما هنوز کمی مینشینیم گروه به راه خود ادامه میدهد یکی از مردان باشد، هر طور میلتان است کمان از شما دعوت کرد شما رد کردید، اولالا پاپا این یعنی آزادی ژان و بابت در پایین ظاهر می شوند مادام کابت شما خیلی آن بالا مندید من از شما راضی نیستم ژان مامان چرا یه کاری می کنی که ژنوویف سرخ بشه؟ مادام کابت به شما گفتم آدم باید طبق اوزا رفتار کند پاپا ولی آنها خیلی خوبند مادام بهترینند پاریس تصمیم گرفته که هر کس طبق میل خودش زندگی کند به همین دلیل که موسیو فریدز تصمیم گرفته پیش ما بماند دیگر تفاوت طبقاتی بین همشهری ها نیست دیگر مرزی بین خلق ها نیست جان بابت جواب مامانو بده از خودت دفاع کن بابت مادم سر شما هیچ خوشش نمی آید که رعایت ادب را نکند و عجله کند. می خواند. پر جوزف بالا سرش سخف نداره. عیالش هم که رون نشیمنش پوشش نداره. ولی برایش یه چیز تو قابلمه می پزه. توی مزرعه، توی قابلمه یه دزدی شده، پر جوزف سرش رو قبل از غذا شونه زده. آهای ضعیفه عجله نکن. سنگ تموم بذار. یکم چربش کن. وایسا، پیاز برای سالات. پر جوزف در سال پتریر واسه یه کشیش وقت نداره. مثل این که از جیب خودش باشه. غذای حسابی سفارش میده. پیش خدمت، یه چیز حسابی درست کن. برای یه بیچاره، عیبی نداره. بچه ها عجله نکنین. سنگ تموم بذارین. واسه منم پیاز سالات فراموش نشه. پاپا پا. پس آدم برای چی زندگی میکنه؟ از قراری که خواهرم میگوید کشیش سنت هلواز جواب این سال را اینطور داده برای تکامل خود آدم خب برای این کار آدم چه لازم دارد؟ برای این کار برای صبحانش بلدرچین لازم دارد رو به بچه پسرم آدم برای همین اضافه بر سازمانش زندگی میکنه بایست باشد حتی اگر آدم برایش توپ لازم داشته باشد آخر آدم برای چی کار میکند برای اینکه برای خودش یک کاری بکند سلامتی این مرد جوان کیه مادام کابت ویکتور برو یک چنگال بیار بچه توی کافه میرود پدرش در گردان 93 بود شهید شد در دفاع از توپها 18 همه مارس پسره حالا گوشت فروشی میکند خرگوش خفه شو جان من گاهی ازش چیزی میخرم چون که او بچه با یک چنگال بر میگردد پاپا بر می خیزد. لیوان شرابش را بلند میکند به سلامتی خودت بچه هم به سلامتی پاپا مینوشد موزیک از نزدیک جان با جنویف شروع به رقص میکند بابت با فرانسوا پیش خدمت با مادام کابت پاپا همه چی میزان است؟ ها؟ لانگوین تو راضی هستی؟ پاپا پا بعد از کمی مکس این همان چیزی است که شهر میخواست و اصلا به خاطر آن بنا شده چیزی که زیر شلاق یادش رفته بود و چیزی که ما دوباره به یادش آوردیم چیزی کمه؟ لانگوین فقط یه چیز گاهی فکر میکنم بهتر بود روز هیجده مارس ضربه را میزدیم ما سوال کردیم انتخابات یا پیشروی به سوی ورسای جواب این بود که هر دو کار پاپا پا. خواب بعد لانگوین تیر در ورسای هست و قشون جمع می کند پاپا به گور باباش پاریس همه چیز را تمام کرده کلک این پیروپاتالای نیم مرده را مثل آب خوردن می کنیم. قشون با آنها هم مثل روز 18 مارس راجب توپ ها به تفاهم می رسیم لانگوین امیدوارم آنها دهگانند پاپا به سلامتی پاریس و رقصکنان رخص بر می بابت به سلامتی آزادی جان کابت آزادی کامل پاپا به سلامتی آزادی لانگوین من به سلامتی آزادی نسبی می نوشم بابت در عشق جنویف چرا نسبی آقای لانگوین؟ لانگوین چون به آزادی کامل هدایت می کند جنویف به آزادی کامل و فوری یک خیاله لانگوین در سیاست بابت فرانسوا تو می توانی برخصی به عنوان چی میرخصی؟ به عنوان فیزیکدان یا کشیش؟ به عنوان کشیش کوچولو؟ فرانسوا من کشیش نخواهم شد عصر جدید فرار رسیده خانم گیریکا. من درس فیزیکم را به خرج پاریس خواهم خواند بابت زنده با تقسیم ما همه چیز داریم تقسیم میکنیم ژنویف بابت بابت حالا حالیت میکنم چطوری با جان تنگ بغل هم برخصید. به جنویف حمله میکند. جنویف من از خودم دفاع نمی کنم بابت. بابت پس اینو بگیر. اینو بگیر. اینو بگیر. هر دو روی زمین می غلطند. جنویف شروع به دفاع کردن از خود می کند. بابت ها از خود دفاع نمی کنی؟ میخوای چشم مرا در بیاری؟ بوزینه؟ ژان با خنده فرانسوا را نگه میدارد. پاپا و پیشخدمت آن دو را از هم جدا می مادام کابت طوری رفتار می کنید انگار ده تا کمد لباس دارید. او نه، من مخالف بودم که شما دوتا برید بالا پرچم را بزنید. این یک جنگ جوست. این فرانسوا یک زن کومونارت حسود نیست. بابت از چوب خشکه ها؟ جنویف نه چیزی را که دارد محکم نگه می دارد خوشحالم که این دورو برها سر نبود بابت سلام فیلیپ فیلیپ وارد می شود فیلیپ دوباره آمدم کنجکاف بودم که شما را دوباره زنده می بینم یا نه طبق روزنامه های ورسای همه شما یا زندانی شده اید یا کشته هر کس موقع خواب نگوید زنده باد کمون زن خودش لویش می و در زیر های کومونارت ها شکنجه می شود. تا وقتی همه چیز را بگوید این را همه می دانند. این حکومت وحشت کمون است همه میخندند. پاپا دوستان این اولین شبی در تاریخ است که در این پاریس قتل دزدی کلاهبرداری و تجاوز صورت نمیگیرد برای اولین بار خیابانهایش امن است به پلیس احتیاج ندارد چون که بانکدارها و دوستهای کوچک مأموران مالیات و کارخانهدارها وزرا خانمها و کشیشها به ورسای مهاجرت کردند شهر قابل سکونت شده فرانسوا به سلامتی شما پاپا فیلیپ اینها را هم در روزنامه ها خواندم مجالس عیش و اشرت های کمان دیکتاتور های توی شرطاری هر کدام هفت تا مترس دارند این به تصویب قانونی هم رسیده بابت او جان فقط دوتا داره فرانسوا و تو چرا فرار کردی؟ فیلیپ مافت ما پادایی نمی کنم موسیو تیر ورشکست شده تمام شد خلاص دیگر هیچ مواجبی را پرداخت نمی کنند. ارتشی ها توفنگ هایشان را در ورسای به پنج فرانک می فروشند. پاپا من مواجبم را می گیرم. من لانگوین تو خودت به خودت می دهی. این فرقشه. فیلیپ اینم از ندانم کاری های کمان است. همه جا صحبت این است. یک روز هم رفتم ده در آرل پیش پدر و مادرم. بهت سلام رساندم فرانسوا به آنها گفتم که تو کومونارد شدی یک ابلیس که میخواد همه چیز را تقسیم کند پاپا من میمیرم برای پای یک گاف به خصوص از قسمت سوم لانگوین ولی تو چطور از خط سربازها رد شدی؟ فیلیپ هیچ کس جلوی مرا نگرفت لانگوین این خوب است این سهلنگاری کمون است پاپا پیر تو واقعا خیلی روی این پیر پاتالا حساب میکنی این موسی و تیر و آقای فن بیسمارک خوش آمدی فیلیپ یک روزنامه بده پیر لانگوین یک روزنامه به او میدهد او یک کلاه بچگانه از آن درست میکند و روی سرش میگذارد جان تو هم تیری میخواهیم به پیر نشان بدهیم که این هفهفوها هف وقتی که ما در پاریس جشنهای کوچک خودمان را میگیریم به هم چه میگویند پاپا و ژان جست قیافه های تاریخی را به خود می گیرند. پاپا تیر عزیزم، همین حالا یک امپراتور درست کردم، یک احمق. راستی؟ شما هم یکی می خواهید؟ جان آقای فن بیسمارک، من یکی داشتم. پاپا اگر یکی داشته اید، می فهمم که چرا دیگر نمی خواهید. همه ی اینها خیلی خوبه. ولی اگه حرف گوش نکنید امپراتورتان را پس میگیرید و این فقط یک تهدید نیست بلکه اجرایش هم خواهم کرد زمنان یک پادشاه میخوایید؟ جان آقای فن بیسمارک فقط یک تعدادی از آن را میخواهند تعداد کمی پاپا پا. ولی اگر حرف گوش نکنید یکی گیرتان میآید راستی این آدم های شما چه میخواهند؟ منظورم این اسمش چیه؟ این که مالیات میدهد آها یادم آمد مردم چه میخواند؟ جان با خجالت خودش را نگاه میکند مرا؟ پا پاپا خب این که عالیه جناب عالی برای من همانقدر دوست داشتنی هستید که یک امپراتور یا پادشاه بنابراین او را نمیخواهند عجیب است شما هم که حرف گوش میدهید شما که خیلی بهتر از آن اسمش چیه؟ اینجا که هستیم یعنی الان اه، آها فرانسه را به ما تحویل می دهید جان آقای فن بیسمارک من مأموریت دارم فرانسه را تقدیم کنم پاپا پا. از طرف کی؟ موسیو تیر؟ جان از طرف فرانسه من همین الان انتخاب شدم پاپا به قهقهه میخندد <applause> ما هم همینطور امپراتور من انتخاب شده ایم جان هم میخندد <applause> شوخی به کنار آقای فام بیسمارک من کمی احساس ناامنی میکنم خلاصه من مطمئن نیستم که آیا دستگیر میشوم یا نه پاپا میدانیم من از شما حمایت میکنم من پنج هزار توپ دارم جان بنابراین فقط یک آرزو دارم. آقای فن بیسمارک، آیا به من اجازه می فرمایید؟ اجازه می فرمایید چکمه جنابالی را ببوسم؟ خود را روی چکمه پاپا می اندازد و آن را می بوسد. عجب چکمه ای؟ چقدر خوشمزه است؟ پاپا فقط لطفا آن را نخورید. جان به من قول می تو که آنها را با این با این چکمه ها له و لورده کنی؟ پاپا پا. آخ کمان را جان آن کلمه را به زبان نیار به زبان نیار میدانی؟ پیش ما آن مثل لیب که و ببل شماست سرباز آلمانی برمیخیزد و گیلاسش را بلند می پاپا پا. پناه بر خدا این اسمها را به زبان نیار جان چرا اینطور می ترسی آتو؟ اگر اینطور وحشت زده میشوی چطور می توانی به من کمک کنی؟ اینطوری که من هم ترس برم می دارد. هر دو کلاه کاغذی و عینک را بر می دارند و یکدیگر را در آغوش می کشند. بابت جان خیلی خوب بود. من فکر می کنم پرچم خوب سر جایش نیست. ما می رویم بالا. او را در آغوش می گیرد. فرانسوا ولی حالا دیگر برایتان روزنامه می خوانم. زیر یک فانوس کاغذی روزنامه ای را با صدای بلند می خاند. اکنون شبی است که او شرابش را می نوشد. شرابی را که مدیون هیچ کس نیست و فردا صبح پاریس مانند یکی کارگر سال خورده برخواهد خواست و دست به سوی وسایل کار خود که آن را دوست دارد خواهد برد آلمانی لیوانش را بلند می کند ببل لیبکنشت پیش خدمت کمون آلمانی کمون پیش خدمت ببل لیبکنشت فرانسوا تحصیل جنویف بچه ها